با سلام به همه شما دوستان و بینندگان این برنامه مهبانک، من امیر کلینی هستم. امروز دنباله مبحث تاریخ بزرگ یا بیگ هیستوری رو با هم دنبال میکنیم. این برنامه ما آخرین برنامه از این سری برنامه های مبحث تاریخ بزرگه. بعد از این برنامه ما سعی میکنیم که تمام برنامه هایی که تا الان انجام دادیم رو تمیزش کنیم، مرتبش کنیم و برای شما به صورت پشت سر هم روی یوتیوب و یا شبکه های دیگهی که قابل دسترسی برای شما باشه انجام بدیم. ما در چند ماه گذشته پروژه تاریخ بزرگ رو به شما معرفی کردیم. تعریف تاریخ بزرگ عبارت است از مجموعه تمامی اطلاعات علمی انسان در تشریح چگونگی پیدایش همه چیز، از آغاز بیگ بنگ یا مهبانگ تا مواد، کهکشانها، زمین، حیات، انسان، جوامع و روابط انسانی و قوانین حاکم بر آن و امکان و توانایی پیشبینی آینده. هدف این پروژه تدریس تاریخ جهان و تاریخ بشر به همه کودکان، دانشجویان و کلن جوانان امروز و یا همه انسانهای نسل و نسلهای آینده ماست. اما گروهی از من میپرسند که این مبحث چه تفاوت و یا چه ارجحیتی بر تمام اطلاعات دیگه داره. این دوستان به من میگن که اگه ما وارد هر کتابخونه یا کتابفروشی شویم، قسمتی از این کتابخونه، گوشه از این کتابخونه صدها یا هزارها کتاب است که همه ادعای مهم بودن و حل مشکلات بشری رو دارن. پس تمایز تاریخ بزرگ در چیه؟ امروز یک مقدار میخواییم در این مورد صحبت کنیم. اولین نکته اینه که تاریخ بزرگ یک تئوری یا نظریه شخصی نیست. این مبحث مجموعه تلاش صدها هزار دانشجو، تزهای اونها و هزاران هزار تحقیقات و ریسرچ در طول لااقل 200 سال گذشته است. داستان ما انسان ها یک معمای بسیار بزرگیه. یه سوال بزرگی که سالهاست از خودمون میپرسیم که ما از کجا آمدیم و کلن داستان همه چیز چیه. ما انسان ها هزاران ساله که به دنبال جواب این معما هستیم و طبق تاریخ نوشتاری که به ما رسیده، حداقل در چند هزار سال گذشته، ما میدونیم که انسان ها در نقاط مختلف در حال زندگی و نبرد دائمی با محیط زیست خودشون بودن. هر ناحیه فقط از دوربر خودش با خبر بوده و بر طبق اطلاعات خودش، بر محدودیت اطلاعات خودش، خدایان خودشون رو داشتن و در یک تلاش دائمی برای امرار معاش بودن. ولی همواره در صدد یافتن جواب سوالات مختلف زندگی خودشون و پیدا کردن جواب این معما بودن. بین 2 تا 3 هزار سال پیش تعدادی از انسان‌ها در یونان، چین، در ایران و هند سعی در حل این معمای همیشگی کردند. از طریق فلسفه، منطق، از طریق هندسه و ریاضیات. البته این اولین باری نیست که انسان سعی به حل سوالات مختلف خودش راجع به حیات، آسمان‌ها، عشق و غیره می‌کنه. ولی این اولین باره که خط وجود داره و نوشتن و حفظ افکار و تئوری‌ها ممکن شده. همونطور که گفتیم، خط از حدود 5000 سال پیش در این مناطق پیدا شد و تکامل یافته. بنابراین گروهی، تعداد کمی، فقط در حال کپی کردن این تئوری‌های این انسان‌ها هستند به صورت کتاب‌هایی که نوشته شده و به صورت تخصصی. سقراط، افلاطون و ارسطو معمای وجود را شکل عقلانی دادند. زمین یک کره گرد شد و دیگه مسطح نیست، ولی البته هنوز مرکز همه هستیه. 2000 سال طول میکشه تا سرانجام گالیلو، سپس نیوتن خورشید را مرکز این منظومه میکنند و زمین را از این وسط در میارند و قوانین زمین رو به آسمون‌ها و قوانین آسمون‌ها رو به زمین میارن. معمای هستی در حال حل شدنه، شکل قابل قبول تری میگیره. نقطه‌های روی آسمون‌ها دیگه سیارات و ستاره‌ای هستن مثل زمین و خورشید. اما
مندلیوف با جدول تناوبی خودش معمای شیمی رو برای ما باز میکنه، معمایی که ما سالها سعی میکردیم که مواد رو تبدیل به آهن بکنیم و آهن رو تبدیل به طلا. معمای وجود هر سال روشنتر میشه. نیروی الکترومغناطیس توسط مکسول دنیای جدیدی را در پیش روی ما میگذاره. داروین اما داستان حیات و چگونگی تغییرات و تحول موجودات رو برایمون آشکار میکنه. قرن بیستم دهه به دهه، سال به سال، دانش ما را افزایش میده. معمای جهان در حال روشن شدنه. اون چی که مکانیزم این حرکته چیزی نیست جز روش علمی، scientific method. معمای وجود نیازمند روشی که به صورت مستمر همه چیز رو به زیر سوال ببره و بدون هیچ اعتقاد قبلی و هیچ تمایل قبلی سعی به آزمایش عملی این سوالات کرده و در صورت امکان اونها رو زیر چاقو ببره. و البته هنوز بسیاری از این اطلاعات خارج از محدوده علم بوده، اما در چند دهه گذشته، به خصوص 20 سال گذشته، تغییرات در چند زمینه و رشته امکان وجود و تئوری تاریخ بزرگ را عملی میکنه. بگذارید مروری کنیم بر این رشته ها در علم که پایه های تاریخ بزرگ رو برای ما پیریزی کرده. اولین اینها عبارتند از کربن دیتینگ یا رادیومتریک دیتینگ. از این روش ما تونستیم که تعیین کنیم عمر و سن مواد و اجسام مختلف رو از طریق تغییرات کربنی و رادیواکتیویته. قبلا بهتون گفتیم که مواد دارای ایزوتوپ های مختلفی هستند که تبدیل این ایزوتوپ ها به همدیگه در زمانهای خاصی انجام میشه و ما از مقدار این تغییر و تبدیل میتونیم عمر مواد و دوره های زمینشناسی رو تشخیص بدیم. دومین رشته‌ای که دید ما را از جهان باز کرد پلیت تکتونیکس یا صفحه های زیرزمینیه که زیر قاره ها هستند و حرکات قاره ها رو توضیح میدن. بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل سونار تکنولوژی و فرستادن امواج به زیر آب ما تونستیم از پستی بلندی های زیر آب مطلع بشیم و اولین بار تونستیم در میون اقیانوس اطلس یک رشته کوه پیدا کنیم که نتیجه گیری که از اون بعدن تونستیم بکنیم این جایی بوده که اقیانوس اطلس از اونجا آغاز شده و دو قاره اروپا و آمریکا از هم جدا شدن. از طریق پلیت تکتونیک ما تونستیم بفهمیم که چجوری قاره ها مرتب در حال تغییر و در حال حرکت هستن. سومین رشته ای که به ما کمک کرد دانش ژنتیک بوده. دانش ژنتیک اطلاعات ژنیه که نه تنها روابط و وابستگی بین موجودات رو روشن کرد، بلکه به صورت باور نکردنی تاریخ این تغییرات رو نشون داد. اطلاعات ژنی مثل یک تقویم برای ما عمل کرد. بذارین یه مثال برای شما بزنم که نشون میده که ژن چجوری و به صورت غیر مستقیم چگونه مسائل برای ما روشن کرده. یکی از سوالاتی که ما داریم اینه که میدونیم انسان در طول تغییرات تکاملی خودش مو و پشمی که روی بدنش بوده مانند حیوانات دیگه مثل شامپانزه از دست داده. مو در اطلاعات فسیلی باقی نمیمونه. بنابراین ما هیچ تاریخی از موقعی که بدن انسان موش از دست داده نداریم. تا اینکه اطلاعات ژنی به ما این اطلاعات رو داد، اما به صورت غیر مستقیم از طریق شپش. همه حیوانات در طبیعت دارای شپش یا فلی هستند. این به صورت طبیعی در بدن موجودات هست. انسان چیزی که ما پیدا کردیم در حدود 3 میلیون سال پیش، 3 میلیون و 3 ممیز 3 میلیون سال پیش شپش توی بدن انسان دو شاخه شده. یک گروه شپش هایی بودن که روی سر انسان بودن، گروه دوم در اطراف آلات تناسلی انسان قرار می گیرن. نشون میده که برای اولین بار انسان موی
بدن خودش از دست داده و این دو ناحیه از هم جدا شدن. بنابراین از نوع شپشا ما میتونیم تخمین بزنیم که انسان حدود 3 میلیون سال پیش موی بدن خودش از دست داده. البته این اطلاعات به صورت غیر مستقیم جاهای دیگه خیلی به ما کمک میکنه، چون که یکی از تئوری‌ها اینه که انسان بچه خودش رو به دلیل اینکه موی بدنش رو از دست میده و دستاش آزاد بوده میتونه بچه رو بغل کنه و راه ببره. بسیاری از شامپانزه ها و موجودات دیگه ایپ ها بچه از موی بدن آویزون میشه. بنابراین از دست دادن موی بدن میتونه به ما کمک کنه که راجع به روابط انسان و بزرگ کردن بچه اطلاعات خوبی به دست بیاره. اطلاعات جالب دیگه اینه که شپش دیگه هم ما پیدا کردیم که سنش بین 80 تا 150 هزار ساله و این شپش فقط در لباس انسان به وجود میاد. بنابراین به ما نشون میده که انسان حدود 100 هزار سال پیش اولین بار لباس رو اختراع کرده و یا کشف کرده و یا ساخته. بنابراین اطلاعات ژنتیک از طرق مختلف، راه های مختلف میتونه گوشه های تاریک این معما رو برای ما باز بکنه. این سومین رشته درسی بود که 20 سال گذشته ما رو به این مرحله رسوند. رشته چهارم تلسکوپ هابله. هابل تلسکوپ همونطور که میدونین تلسکوپیه که خارج از جو زمین قرار داره و چون خارج از جو زمین قرار داره میتونه به صورت خیلی واضح‌تری تمام کهکشان‌ها و سیارات رو عکس برداری کنه. ما در قرن بیستم تئوری بیگ بنگ و حرکت کهکشان‌ها و دور شدنشون رو پیدا کرده بودیم و به صورت تئوریک میتونستیم توضیح بدیم که فقط کهکشان راه شیری نیست، هزاران و میلیون ها کهکشان دیگه باید باشن. اما هابل تلسکوپ تونست که از این کهکشان ها عکس بگیره و وجود اینها رو به ما ثابت بکنه و در کنارش از طریق عکس هایی که گرفت ما تونستیم به از مجموعه ابرهایی که در حال ساختن اولین ستاره هستن و کوره های به وجود آمدن ستاره ها نیز به صورت عملی با خبر بشیم. اما پنجمین و یکی از آخرین رشته هایی که راجعش با صحبت میکنیم سرانجام کامپیوتر و اینترنته. کامپیوتر و اینترنت سرعت فوق‌العاده‌ای به اطلاعات انسانی داد. بسیاری از فرمول هایی که ما داشتیم برای حلش ما احتیاج به ساعت‌ها، ماه‌ها و سال‌ها جمع و تفریق و انجام معادله بودیم و کامپیوتر این کار رو برای ما به سرعت اعجاب انگیزی جلو انداخت و سپس اینترنت تونست برای اولین بار همه جهان رو به هم وصل بکنه و اطلاعات به صورت لحظه‌ای از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه در حال حرکت. اکنون معمای هستی، این سوال بزرگ، یک بعد 13.8 میلیارد ساله پیدا کرده. تلاش هزاران انسان، صدها هزار دانشجو، محقق، استاد در طول صدها سال ما را قادر به دیدن این داستان بزرگ، این داستان تاریخ بزرگ کرده. تاریخ بزرگ کاملترین برخورد انسان در حل معمای وجوده، معمایی که ما هزاران سالی که در حال پیدا کردن جوابهای اونیم. برخورد و بینش تاریخ بزرگ از درون بسیاری از رشته‌های علمی مثل نجوم، فیزیک، زمینشناسی، بیولوژی، ژنتیک، تاریخ و بسیاری دیگری از رشته‌ها بیرون آمده. بنابراین این اولین دلیل ارجحیت و تمایز تاریخ بزرگ از همه اطلاعات قبلی ماست. اما دلیل دوم برای اهمیت تاریخ بزرگ که از نظر من این مهمترین دلیله اینه که تاریخ بزرگ قابلیت عملی شدنش و نحوه اجراش بسیار جالب.
هدف پروژه تاریخ بزرگ رفتن به تمام مدارس و در اختیار گذاشتن این مجموعه به تمام دانش آموزان و دانشجویانه. این پروژه پروژه‌ای که 5 ساله توسط دیوید کریستیان و با سرمایه‌گذاری بیل گیتس که بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده، این پروژه آغاز شده. در 5 سال گذشته بیش از 800 مؤسسه آموزشی این تدریس رو شروع کردن. بنابراین پروژه عملیه، پروژه‌ای که آغاز شده و پروژه‌ای که میتونه به راحتی وارد مدارس بشه. این پروژه حتما وارد مدارس آموزشی خواهد شد. قصد ما اینه که بتونیم این مرحله وارد شدن رو سریع‌تر بکنیم و این عملی بودن این پروژه نکته‌ایه که من شخصا انقدر برام مهمه که فکر می‌کنم ارزش داره که این تاریخ بزرگ و پروژه‌ش رو بتونیم روش کار کنیم و عملیش کنیم. شما در نظر بگین که در جوامع فارسی زبان در منطقه خاورمیانه با همه مشکلاتی که داره، در منطقه‌ای که بسیاری دنبال جواب‌های تازه می‌گردن، دنبال راه‌حل‌های تازه می‌گردن، ما بتونیم شرایط جدیدی رو به وجود بیاریم. در بیولوژی یه ترمی هست بهش میگن نیچ کانستراکشن، یعنی ساختن یک محیط جدید. مثالش هم در سگ آبیه که سگ آبی وقتی که یک درخت رو میبره، در جلوی یه رودخونه رو میبنده و یک استخر و یک حوضچه درست میکنه، یک محله جدید درست میکنه که در اون پرندگان میان، حیوانات جدید میان و به صورت کامل تمام شرایط اون دور و بر خودش رو تغییر میده. در نوروساینس و در قسمت سایکولوژی این مفهوم ما بهش میگیم کاگنیتیو نیچ، یا به وجود آمدن یک محیط فکری. شما در نظر بگیرید که ما بتونیم در جوامع فارسی زبان در منطقه خاورمیانه این نیچ، این حوزچه فکری رو به وجود بیاریم، حوزچه که در اون بچه های 6-7 ساله 8-9 ساله بدونن که همه چیز 13.8 میلیارد سال پیش شروع شده، بدونن که کهکشان ها چجوری آغاز شده، پیدایش مواد، ساخته شدنشون در کوره کهکشان ها رو بدونن و بعد پیدایش منظومه خورشیدی، چگونگی پیدایش کره زمین و کره ماه، داستانیه که گفتیم که یک سیاره دیگه به کره زمین اصابت میکنه در همون اوایل پیدایش منظومه خورشیدی. بعد در نظر بگیریم که این حوزچه فکری که ما داریم، در این حوزچه بچه‌ها بتونن بدونن که حیات عمر 3.8 میلیارد ساله داره. بیش از 3.5 میلیارد سال پیش اولین تکسلولی ها به وجود میان، بتونن اینا رو توضیح بدن و سنجام حدود 540 میلیون سال قبل انفجار کمبرین رو داریم که ناگهان انواع موجودات زنده به وجود میان، موجودات چند سلولی، و بعد بدونن که در هستی ما 5 تا اکستنشن بوده، 5 تا نابودی بزرگ بوده. در این سلاید تاریخ این اکستنشن ها رو ما میتونیم ببینیم که در هر نابودی بیش از 90% همه موجودات از بین رفتن. آخرین اینا حدود 65 میلیون سال قبل بوده، هنگامی که یک اسوروید، یک سنگ فضایی به کره زمین اصابت میکنه. ما اینو پیدا کردیم که در خلیج مکزیک گودالش رو پیدا کردیم و میتونیم ببینیم که در اون زمان یه لایه ای از گرد خاکی که گرد خاک اجسام خارج از کره زمین همه سطح کره زمین رو پوشونده و میتونیم اثبات بکنیم که این انفجار به وجود اومده. در این انفجار همه موجودات بزرگ، دایناسورها و بیش از 95% جانوران از بین میرن، اما پرایمت که ماها باشیم میمونیم. بچه های ما اگه بدونن که چجوری میمونا زندگی میکردن و سرانجام ایپ ها که گروهی هستن که از حدود 25 میلیون سال پیش در کره زمین به وجود اومدن، اول در آفریقا، این ایپ ها عبارتن از گیبونز، بعد اورانگوتان، گوریل ها و شامپانزه.
و اگه ما در این جامعه بدونیم که انسان چگونه از 7 میلیون سال پیش از ایپ ها جدا میشه و در شاخه هایی که استخوناشون رو پیدا کردیم و امیدوارم به صورت ژنی ما بتونیم به زودی اینها رو از هم جدا کنیم و بیشتر راجبشون بدونیم، گروه آسفالوپتسین، گروه هومو هابیلس، هومو ارکتس و هومو سیپین، انسان های امروزی. هومو سیپین گروهی که 200,000 سال پیش از انسان های اولیه جدا میشه. و باز اگه جامعه جوان ما بدونه که چجوری 200,000 سال گذشته انسان های اولیه شکل گرفتن، رشد پیدا کردن، در کل جهان پخش شدن، از آفریقا شروع کردن و کم کم همه جهان رو گرفتن و سپس 10,000 سال پیش کشاورزی چجوری شروع شد، در کجاها شروع شد و چجوری آداب انسانی، رفتار انسانی و اخلاق انسانی رو در کنار جوامع انسانی تغییر داد، چگونه اولین خدایان به وجود اومدن، چگونه گسترش پیدا کردن، چجوری جوامع بزرگ امپراتوری، جوامعی که کوروش و ما به عنوان نمونش در ایران داریم، چگونه تغییر و تحول سرانجام به جوامع مدرن رسید. این اون نیچیه، اون کاگنیتیو نیچ یا اون حوزه فکریه که ما میخواییم برای کودکان آینده خودمون به وجود بیاریم و الجهیتش تمایز این پروژه اینه که شروع شده و میتونه به سرعت در مدارس، در بیرستان‌ها جای خودش رو باز بکنه. این دو دلیل اصلیه که پایه‌های اعتقاد من به عملی بودن تاریخ بزرگ. در اینجا ما یک تنفس کوچک می‌گیریم و بعد از دیدن یک کلیپ برمیگردیم. Science is the best tool ever devised for understanding how the world works. Science is a very human form of knowledge. We are always at the brink of the known. Science is a collaborative enterprise spanning the generations. We remember those who prepared the way, seeing through them also. If you're scientifically literate, the world looks very different to you, and that understanding empowers you. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. Scientists love mysteries. They love not knowing. Not knowing. I don't feel frightened by not knowing things. I think it's much more interesting. There's a larger universal reality of which we are all a part. The further we probe into the universe, the more remarkable are the discoveries we make. The quest for the truth in and of itself is a story that's filled with insights. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. From our lonely point in the cosmos, we have, through the power of thought, been able to peer back to a brief moment after the beginning of the universe. I think that science changes the way your mind works, to think a little more deeply about things. Science replaces private prejudice with publicly verifiable evidence.
There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. در قسمت اول برنامه ما توضیح دادیم که دلایل و تمایز تاریخ بزرگ بر تمامی اطلاعات دیگه چیه و چرا من بر تدریس این مبحث اصرار دارم. دو تا دلیل اصلیشو گفتیم، اما در آخر برنامه ما میخوایم چند تا پیشبینی کنیم. میخوایم ببینیم که تاریخ بزرگ چگونه میتونه آینده بشر و آینده کره زمین رو پیشبینی کنه. البته پیشبینی در علم کار بسیار مشکلیه، چون چیزی نیست که ما بتونیم عملی کنیم، چیزی نیست که بتونیم تستش کنیم. اما تاریخ بزرگ اینقدر زاویه قویه که به نظر میاد ما رو میتونه تا حدی قابلیت پیشبینی رو برای ما به وجود بیاره. تاریخ بزرگ آینده رو به سه دوره تقسیم میکنه. یکی تاریخ نزدیک ما در حدود 100 سال آینده، بعد تاریخ میانه که از 100 سال بعد هست تا چندین هزار سال، و سپس تاریخ همه چیز بعد از میلیون ها و میلیارد ها سال. قسمت اول یعنی تاریخ 100 سال آینده، و قسمت آخر پیشبینیش راحت تر از قسمت میانه است. به طور مشخص رابطه 100 سال آینده ما، رابطه ما انسان، نوع هوموسیپین، با محیط زیست و بیوسفره. بیوسفر یا بایوسفر لغتیه که بیولوژیست روس به نام ورناتسکی در سال 1920 تعریف میکنه. بیوسفر به معنی منطقه‌ای از سطح زمینه که شامل قسمتی از جو و همه آب دریاها و اقیانوس‌ها و همه موجودات زنده‌ای که در اون زندگی می‌کنند. پیشبینی ما در باره 100 سال آینده مشخصاً برای اینه که ما چجوری بتونیم کره زمین رو حفظ بکنیم از خطراتی که توسط خود ما پیش اومده. اشکالات مهمی که ما میبینیم، اشکال انفجار جمعیت، آلودگی هوا و آلودگی منابع زمین، مشکل بیابی در بسیاری از مناطق و در کنار آن مشکل پرآبی و زیر آب رفتن بسیاری از مناطق و جزایر در چند دهه آینده است، و سرانجام جلوگیری از نابودی وحشتناک انواع موجودات. باید بدونیم که تعداد ایپ ها که همون که گفتیم شامپانزه ها، گوریل ها، اورانگوتان و گیبون هاست زیر 1 میلیون نفره، و تعداد انسان ها الان حدود 7 میلیارد نفر و بیشتره. این نزدیکترین گروهی که به ما هست به سرعت در حال تقلیله، و علت اصلیش هم اینه که ما داریم جنگل هایی که نقاط زیست اینا رو بین میبریم. البته شکار اینها و سوء استفاده از این موجودات دلایل دیگه شه. پیشبینی 100 سال آینده حفظ کره زمین از خود انسانه. البته جالبه که بدونین که کره زمین که وقتی ما میگیم نابود میشه، کره زمین که نابود نمیشه، ما نابود میشیم، چون در تمام اون 5 اکستینکشن نابودی که قبلا گفتیم، با اینکه 95% موجودات از بین رفتن، تعداد درصد کمی باقی میمونن. بنابراین بعد از نابودی انسان بسیار از موجودات کوچکتر میتونن باقی بمونن. نابودی کره زمین یک داستانیه که خیلی ها میخوان انکارش بکنن، احتمالشو. ما در تاریخ خودمون، در تاریخ 200 هزار ساله هوموسیپین،
چند نابودی جوامع رو داشتیم. جارد دایموند در کتاب خودش تعدادی از این نابودی ها رو برای ما تعریف میکنه. یکی از معروفترین اینها جزیره ایستر در اقیانوس آرامه. حدود 1000 تا 1500 سال پیش برای اولین بار تعدادی انسان از طریق قایق‌هایی که می‌سازن از جنوب شرقی آسیا خودشون رو به این جزایر می‌رسونن. شاید تعدادی 20 یا 30 نفر. با خودشون اینها تعدادی مرغ و خروس و بعضی‌های کشاورزی هم داشتن. این گروه با استفاده از منابع جزیره شروع به زیاد شدن می‌کنن و پس از چند سال به حدود 7-8000 نفر می‌رسن. اما اتفاقی که می‌افته، رهبران این جامعه برای اینکه نشون بدن که قوی‌تر از گروه‌های دیگه‌ن، شروع می‌کنن مجسمه‌های عظیم ساختن. مجسمه‌هایی که هنوز در این جزیره وجود داره و سندی بر این قسمت از تاریخ بشریته. اما در ساخت این مجسمه‌ها چیزی که استفاده می‌کنن مقادیر عظیمی از چوب درختان بوده و با ساخت بیش از حد این مجسمه‌ها به سرعت منابع چوبی اینها که از اون قایق می‌ساختن از بین میره و در طول مدت کوتاهی تعداد جمعیت به سرعت تقلیل پیدا می‌کنه و این جامعه از بین میره. ایستر آیلند نمونه‌ای که میتونیم بهش نگاه بکنیم و از اون درس بگیریم. البته زاویه‌های خوشبینانه هم هست که ما میتونیم ببینیم. در چند سال گذشته سرعت رشد جمعیت کاهش پیدا کرده. در کشورهای مثل چین برای اولین بار به دلیل صنعتی شدن از تعداد زاد و ولد کاسته شده و این میتونه امیدوار کننده باشه برای ما که بتونیم جمعیت جهان رو کنترل بکنیم. بنابراین امید وجود داره و ما یک دلایلی براش میبینیم. اما دومین پیشبینی ما برای مرحله بعدی بعد از 100 سال در آینده. این مرحله‌ای که بسیار سخت پیشبینیش به خاطر اینکه جوامع انسانی بسیار ارگانیک هستند، تغییرات بسیار زیاده و کره زمین. بنابراین پیشبینی‌ها خیلی کلیه. دو نکته است که خیلی باید راجبش فکر کنیم. یکی از اون نکات خطرات بمب‌های اتمیه. سلاح‌های هسته‌ای و اتمی به قدر زیادی در دست کشورهای بسیاری هست الان و ما به راحتی میتونیم کره زمین رو نابود بکنیم. این یکی از خطراتیه که میتونه جامعه انسانی و کره زمین رو دچار نابودی یا شرایط بسیار وحشتناکی بکنه. مسئله دیگه خطر برخورد یک سنگ آسمانی یا استروید به زمینه. میدونیم که این اتفاق قبلا افتاده. برخورد این سنگ ها حتمیه اما نمیدونیم که. امیدواریم که بتونیم در چند دهه آینده، در چند سال آینده ما تکنولوژی به وجود بیاریم که بتونه کره زمین رو از خطر سنگ های آسمانی نجات بده. در مورد تئوری انسان های فضایی، این تئوری دیگه ایه که بسیاری انسان ها بهش فکر میکنن، UFO، که آیا انسان های فضایی اومدن و یا وارد کره زمین میشن. بسیاری از دانشمندان و محققین وجود حیات در سایر سیارات رو حتمی میدونن، اما این حیات در سطح مولکولی یا سلولیه. حیات در سطح اینتلیجنت، در سطح هوش انسانی وجودش کمیاب خواهد بود اگر باشه همچین چیزی. و بسیاری از دانشمندان معتقدند که احتمال برخورد ما با موجودات فضایی حداقل در چند صد سال آینده زیاد نیست و ما باید
حرکت کنیم و دور بشیم از کره زمین تا بتونیم شاید در یک جاهایی با اینها برخورد بکنیم. بنابراین به نظر میاد که حداقل در تاریخ آینده بلافاصله ای ما، در چند صد سال آینده، ما تنها خواهیم بود در این کهکشان بزرگ. و سرانجام پیشبینی آخر تاریخ بزرگ در مورد میلیون ها سال آینده است. ما میدونیم که طبق محاسبات فیزیکی منظومه خورشیدی ما بین 5 تا 6 میلیارد سال آینده منفجر میشه و در این انفجار سیارات نزدیک خودش از جمله کره زمین رو میبله. البته 5 میلیارد سال تاریخیه که اگه ما نسلمون تا اون موقع دووم بیاره احتمال زیاد اصولا روی کره زمین دیگه نیستیم. بنابراین این به صورت خیلی کوتاه جزئیات پیشبینی ما در مورد آینده است. تاریخ بزرگ تصویر کلی برای ما به وجود میاره که بتونیم معمایی که در ذهنمون بوده رو باز کنیم و از زوایای مختلف چراهای مختلفمون رو جواب بدیم. و شاید زیباترین قسمت تاریخ بزرگ در جزئیاتشه. وقتی که جزئیات تاریخ بزرگ رو میخونین یا گوش میدین، بسیار مطالب برامون باز میشه که شخصا برای من بسیار جالب بوده. بنابراین در اینجا میخوام از شما خداحافظی کنم. همونطور گفتم این آخرین برنامه ای ماست. امیدوارم که ما بتونیم پروژه تاریخ بزرگ رو وارد فیز بعدیش بکنیم. البته همونطور که گفتم ترجمه کتاب بیگ هیستوری یا تاریخ بزرگ اولین پروژه ماست، اولین پروژه بعدی ماست و این سری صحبت هامون رو ما دوباره به صورت پشت سر هم در یوتیوب و کانال های دیگه در اختیار شما میذاریم. و تقاضای من اینه که هر گونه پیشنهاد و سوالی دارین حتما با من در میان بذارین. بهترین راه فیسبوکه که یا میتونین کامنت بذارین یا میتونین برای من ایمیل کنین. بسیار متشکرم از وقتی که در این چند ماه به این برنامه دادین و امیدوارم که بتونین شما دوستان این برنامه رو به دوستای دیگه‌تون معرفی کنین، که هدف بعدی و اصلی که پروژه آموزشی ما در ایران و کشورهای دیگر فارسی زبانه رو بتونیم انجام بدیم. شب و روزتون خوش.